زبان عزیز برنامه در کنگینه زبان درود. به چهارمین برنامه کنگینه زبان خوش آمدید. آرزو می دارم تا برنامه که پیشکش می شد طرف توجهتان قرار بگیره و دلچسب برتان تمام شد. مهمترین بخش همی است. چو آدم یک نفر صحبت میکنه او را هم در برابر شما امیدوارم که برتان خسته کن نشه. دو موسیقی که پخش میشه البته او هم میتونه یک مقدار به دلچسپی موضوع بیافزایم. اما چون مسائلی که اینجا مطرح میشه کاملا از دید من جدید است، امیدوارم برای شما هم ذهنتان به پرسش بکشانه و این مسئله شود که شما هم به کنج کاوش بپردازین. برنامه و اندیشه وقت ارزشمند است که انسان به پویش کاوش بکشانه و شما هم تلاش کنین. شاید ما هم اشتباه بگویم، اشتباهات ما را اصلاح کنین. با گفتمان با شما و ما و با شما هم میتونیم که ما درستر بیندیشیم. یکی از ویژگی های اندیشیدن همین گفتمان است. بشنوید، بنویسید، بگویید من در خدمت شما خواهم بود. در برنامه ادامه برنامه چهارم در مورد زبان های فارسی پرداختیم. حالا در مورد زبان پشتو میخواستیم خدمتتون عرض کنیم. زبان پشتو که از زبان خانوادگی زبان هند آریایی است و زبان ترکیبی است، یکی از واژه های بسیار پیشینی را به خود دارد. من نمونه هایش در پیام کوروش و در زبان مات ها یا مات ها که واژه هایش به اصطلاح به دست آمده بود عرض کردم. تشکل سای زبان پشتو هم بسیار تاریخی است. واژه هایی که برش داره هم بسیار واژه های تاریخی داره. برخی از جمله جیمز دارمستتر به این باور بود که تکامل زبان پشتو از جنوب هند روهیله صورت گرفته و از جمله خانواده هندی آریایی است و از خانواده است که بس فارسی میانه برامده. آثاری که از بس لاس کوروش که بینه برتان ارز کردم و آثاری که از زبان ماتا مونده، این نظر امروز دانشمنده به این باور هستن که زبان پشتو و زبان افغانی که نام قدیمیش افغانه افغانه است و در ما بارات های هنده بنامه او فغانه او فغانه آمده و برخی ها آن رواجه زبان افغانی آبگان یا مثل دهگان آبگان، کسی که با کار آب سر کار داره و کار آب رسانی رو میرسانه، از این مردم گرفته شده. هر دور آدم میتونه به حیث به گمان بپنداره و ریش شناسی از ایره که در او گفته در بابارات ها گفته که قوم یا تبار اوفگنه، اوفگنه یا تباره که با اسپای اوفسفگنه که اسپای سرکش را میسازن و به طور قطع دانشمند ها بیورسن که مطلق بیمی مردم افغان های افغان های افغان هست و واجه پخت یا پخت یا پشت هم بزنی مردم که بعدن به اینا مطلق میشه هست. یا هم دنام هست مثل فارسی دنام هست، زبان پشتو هم دنام هست. یک نامش زبان افغانی افغانی است، چنانچه که حافظ ابرو هم دستور زبانش در افغانی جبه گرامر نوشته کرده و ما آثار را که به اصطلاح از محمود طرزی در داشته که در سراج الاخبار آمده به نوشته گفته که به زبان افغانی خود ما، که البته در این بحث صحبت خود کردیم. اما هانچه که پیداست که این زبان زبان غرب نی بلکه شرق نی بلکه زبان های غربی آمده، یعنی زبان های اعلامی زبان ماتها و زبان فارسی در ساختار زبان پشتو و انتقال از این تاثیر داره. عبدال ها یا عبدالی ها هم نیز مردم های نستن که از غرب از ایران به این طرف جنوب آمدن و مردمی ساکسایی ها یا ساکسیایی ها یا ساکزایی که مروشده ای ساکزایی ها، این هم مردمان هستن که از غرب به طرف شرق آمده. یعنی پختون ها یا افغان ها زیادتر با از لحاظ تباری و زبانی و بستگی با غرب دارن تا با شرق. البته ای بنگر از این است که عبدالها و درانی ها به امثال از اونا زیادتر از غرب آمدن و زبان پخت یا پخت یا پشت که ما نخستین آثار که از زبان به دست ما آمده، البته مسئله زبان پت خزانه را اگه کنار بگذاریم، آثار نخسته که در زبان پشتو در سالهای 1100-1200 خورشید نشته میشه از پیر روشان و آخوندرویجه است یا آخوندرویزه است که مذاکرات از اوناست. اونا هم همین زبان است که ما امروز زبان پشتو یا زبان افغانی یا زبان پشتو یاد میکنیمش. آخوندرویزه نشته میکنه که به زبان افغانی خود ما زمون در افغانی پشه به ولی کن و پیر روشان هم در جدالای خود بعدی اول به فارسی می نویسه بعدا نگه خپل افغانی شبه ولی کو در افغانی شبه و نام افغانی و زبان پشتو هم دو نامه و نام همی یک زبان است. و زبان افغانی و زبان پشتو واژه های بسیار بسیار قدامت پیشین و باستانی رو با خود داره که افتخار ازی است که زبان در پهلوی زبان فارسی هم تک یک زبان ملی کشور ما است
هم بس یک زبان و با ویژگی خودش است. زبان پشتو ساختار مثلا لغتنامهش یا گنج واژه زبانش تقریبا حدود 20 تا 20 هزار واژه داره. اگر ما را تحلیل کنیم، یک مقدار زبان فارسی است، واژه های هندی است که از شرق آمد. البته واژه های هندی نه تنها در زبان هندی آمده، که امی نظر را که جیمز دارمستر و دانشمند های شرق شناس زده بودن که زبان از شرق آمده، یعنی از زبان هندی، از خانواده بخش هندی است. به دلیل از این بود که واژه های زبان هندی در زبان پشتو و فارسی در افغانستان زیاد است. یعنی به این معنی نیست که زبان امی مسئله رد میشه. نزدیک بودن فارسی که مردم افغانستان و پشتو یا زبان افغانی که در مردم بین مردم افغانستان صحبت میشه با هندی همسایه بودن، یا بدون شک داده ستت واژه ها بسیار وجود داره. وام واژه ها از هر دو زبان به دو زبان رفته. ما واژه های زیادی که در زبان گفتاری مردم کابل داریم از هندی در زبان پشتو هم داریم. این داده ستت جریان داره. ما با انگلیسی بسیار داده ستت داره. مثلا من می لحظه اعتراف میکنم که 1800 واژه ما با زبان های خانواده انگلیسی و آلمانی داریم. پدر، فاتر، مادر، موتر، برادر، برودر، مثلا زبان انگلیسی و زبان ما، بازار زبان ما رفته. در زبان از اونا واژه های بیولوژی، کیمیا، تیتانوس، بایسیکل، مثلا موتر و امثال از این است که از طریق هند به زبان فارسی آمده. همچنان ما با زبان عربی هم معامله داده ستت داریم. تقریبا 1800 واژه زبان فارسی ما به عربی رفته. از جمله واژه های مسجد، مسجد که عرض کردیم، ما واژه های عربی را آوردیم از طریق زبان ترکی آوردیم. برخی واژه مثلا واژه انقلاب که اونا از ثوره میگن، ما انقلاب آوردیم گرفتیمش. المکتب، مکتبی که ما به کار میبریم از زبان چیز آمده، یا از زبان عربی را المدرسه میگن، ما مکتب آوردیم. مکتبه کتابخانه را میگن، ما آوردیم یک نام دیگه به تغییر دادیمش. و همچنان ما زبان های از زبان ما به زبان ها رفتیم. داد ستد واژه ها به این معناست که وجود داره. همچنان داد ستد واژه ها، وامگیری واژه ها بین زبان پهلوی و زبان فارسی بسیار زیاد است. بین زبان مات ها و زبان فارسی شرقی و فارسی و غربی بسیار زیاد است. اما به همه حال دو زبان جداگانه است. ساختار دستوری از اونها با هم فرق داره. در زبان پشتو ما مؤنث و مذکر داریم. همچنان در زبان اعلامی و زبان فارسی که در ایران صحبت میشد ما مذکر و مؤنث داشتیم. در زبان پهلوی مذکر و مؤنث داشتیم. این شباهتایی است که اینا رو با شرق و غرب نشان میده. و در همچنان هست همین وامگیری واژه ها با دو زبان که بدون شک به هر زبان های دیگه وجود داره. و وامگیری و وامدهی هست. ما از زبان مغولی هم بسیار واژه هایی داریم که زبان فارسی است، از ترکی در فارسی است، فارسی بعد ترکی است، که در بخش ریش شناسی واژه ها بعد این را ادامه خواهد دادیم. توجهتان به موسیقی جذاب جلب میکنیم. سپاس پدرود تا پس از این. आ
जा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो विदाने में भी आ जाएगी बहार झूमने लगेगा आसमान झूमने लगेगा आसमान कहता है दिल और मचलता है दिल मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार लगता नहीं है दिल यहाँ दिल ये चाहे याद को बादल बन जाऊं मैं दुल्हन जैसा आसमां धरती पर ले आऊं मैं चांद का डोला सजे धूम तारों में मचे झूम के दुनिया कहे प्यार में दो दिल मिले चांद का डोला सजे धूम तारों में मचे झूम के दुनिया कहे प्यार में दो दिल मिले सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार झूमने लगेगा आसमां झूमने लगेगा आसमां कहता है दिल और मचलता है दिल मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार लगता नहीं है दिल यहाँ با درود دوباره امیدوار هستم که آهنگ خوشتان آمده باشه میپردازیم به بخش دوم برنامه ما که ریشه شناسی واژه هاست دوستان گران ارچ دوستت از طریق پیام ایمیل از ما پرسیدن که نام گل محمد و تخلص ما چیز است اوریاخیل است شما بگوین که گل محمد اوریاخیل ریشه شناسی گل محمد چی است و اوریاخیل چی است تا ما معنی و نام خود بفهم دوست بزرگوار گل محمد اوریاخیل اول در مورد واژه گل که پیشوند نام شماست که مشخصی نام شما شناسی نامتان است واژه گل در اوستا دیده نشده بر روایت دانشمندان فیلولوژی یا زبان شناسی ریشناسی این واژه با واژه است که از زبانهای مغولی و ترکی و زبان فارسی آمده ولی در زبان فارسی چنان جا افتیده درست افتیده که ما با او هزارها واژه ترکیبی دیگه ساختیم گلدان گلباس گلی گلگون و و و امثالسی و همین واژه با ساختارش دوباره به زبان خود ترکی رفته در خود از این ترکیب گل با خانه در زبان ترکی رفته گلخانه شده یک جای از در خود استانبول و اونا گلخانه رو به کار برن و گلفام دوباره رفته به زبان ترکی گلفام شده گلگون گل رنگ اینا هم در زبان ترکی به کار بره هم در زبان فارسی پس با اون واژه گل است. نام محمد که نام پیامبر اسلام است، واژه عربی از حمد گرفته شده، ستایش به اون میده، محمد مفتعل ستایش شده است. کسی که مورد ستایش ضد یکتا قرار گرفته. اما در مورد واژه اوریاخیل. واژه اوریا یک واژه عبری است که در کتاب مزامیر داوود هم واژه اوریا آمده و در کتاب مقدس هم واژه اوریا آمده ما داستان را که در این مورد است خدمت شما عرض میکنم حضرت داوود که یکی از پیامبران بنی اسرائیل است ای آدم به روایت صدها سال عمر کرده روز حضرت داوود در بام خانش استاد بود که خانم را به نام برسبا میبینه و برسبا میبینه خوشش میاد برادرزادش به روایت پسرش به نام یواب دستور میده که اوریا شوهر برسبا را به جنگ بفرست تا در جنگ کشته شود و زن ازیره متصاحب کنم
امی کار صورت میگیره، یواب اوریا رو میبره به جنگ و در جنگ اوریا کشته میشه و خانم ازیره بر سبا یا بر سبا را داوود میگیره. وقتی که داوود با او ازدواج میکنه، از او فرزند اول یک از دو خانمش، دو طفلش کشته میشه و خانم برسبا برزی فرزندش شخصیت دوم را که به نام زلیمان یا سلیمان است به دنیا میاره و این سلیمان اون سلیمان پادشاهی است که بعداً به جانشین داوود میشه به 12 سالگی. داوود پادشاهی بنی اسرائیل بعد از اینکه باز یاد سواقی میشه، دو فرزندش که برای شالیم نام داره علیش اقدام میکنه و قیام میکنه علیش و داوود فرار میکنه، از دریا اردن میگذره به طرف اردن میره و در اوجه دوباره همی یواب با قطعات دیگه خود جمع میکنه، میایه با البته اوریشا با نام دقیق ترشم ارز کنم برتان ابی شالوم نام داره، ببخشید. ابی شالوم علیه پدرش داوود طغیان میکنه و قبل از او هم برادر خود امنون میکشه. شما بنگرین که یه هم یک نگاه دینی به دین است. ابی شالوم برادرش امنون میکشه و دلیلی که میگه چرا میکشه، میگه ای با خواهر که از مادر ابی شالوم است نزدیکی میکنه و ای سر ابی شالوم بد میخوره، میخوای امنون میکشه. و بعد ابی شالوم که آدم تنومند مویدار است فرار میاد و قطعات جور میکنه علیه داوود و داوود در کوه تور سینا فرار میکنه و در اوج دوباره در کوه زیتون، سینا به معنی زیتون است و بعدا هم دو پرسته بدن سینا است که بعدا بعد خدمت شان عرض میکنم. تور کوه را میگن به زبان عبری و تور سینا کوه زیتون فرار میکنه و در روز جنگ بین یواب و ابی شالوم صورت میگیره. در جنگ ابی شالوم کشته میشه و داوود دوباره به تخت پادشاهی خود میرسه که بعدا فوت میکنه، کشته میشه و سلیمان به سن 12 سالگی پادشاه میشه. این است نام اوریا که با این نام از زبان عبری و زبان عربی آمده و از زبان عربی در زبان فارسی و پشتوی ما انتقال پذیرفته. و کسایی که اوریا خیل تخلص میکنین، شما که اوریا خیل تخلص میکنین، خیل واژه عربی به معنای گروه دسته است و اوریا خیل یعنی گروه خیل یا دسته که به کسی به نام اوریا تعلق داره. با اوریا یکی از شخصیت های هم از قوم افغانه یا افغان ها یا از پشتون ها بودن که قوم از او به نام از او افتخار میکنن و این واژه عبری را که با خود انتقال پردن به نام اوریا خیل میسازن. امیدوار هستم که نام شما که گل محمد اوریا خیل شده باشین، بس بریش شناسی نامتان طرف توجهتان یا طرف قناعتان قرار گرفته باشن. دوست بزرگوار دیگه عزیز ما جناب از سلام بزرگوار پرسیدن که واژه پامیر چی معنی داره، ریشه شناسی واژه پامیر. من خدمت شما عرض کنم که ما دو نوع ریشه شناسی نام ها داریم که اون تیپولوژی میگن و یکی عامیانه است و یکی هم ریشه ای یا تحقیقاتی علمی است. با درد دریخ هم نام پامیر، هم نام بسلا بند امیر و هم نام که بعدن دوست دیگه هم ازم پرسیدن که گردیز چی مانا و ریشه شناسی نام گردیز کنین و کسی دیگه هم پرسیدن که کندز چی مانا و ریشه شناسی نام کندز از بگیرین. در مورد پامیر، ریشه شناسی عامیانه از این پامیر هم برتان از جمله مثلا پامیر و بند امیر که دو تا میر دارن، بند امیر برخی به این باور هستند که ریشه شناسی ساده لوحانیش است که گویا بند حضرت امیرالمومنین علی آمدند به بامیان و این بند با به اصطلاح توانایی که داشتن پی ریزی کردن بند ایجاد کردن. شما میدانین که اول میخوایم در این نظر عرض کنم که معجزه و هیچ معجزه حتی پیامبر اسلام محمد و حتی در قرآن عظیمشان بار بار آمده که ما هیچ معجزه ندارم، معجزه ما قرآن است.
و هیچ کس امکان نداره که بتونه بنده با این شکل ایجاد کنه. بند امیر به نام بند امیر مومنین نیست. اصل واژه از بند امیر است. واژه بند یا بندار در اوستا آمده، واژه بسیار فارسی قدیمی اوستایی است و میر یا میر به معنای آب، دریا و دریاچه است. در امروز زبان های اروپایی هم انتقال پذیره، میر که در آلمانی هم میگنش و در یونانی هم، و این واژه در زبان هندی فارسی قدیم به نام میر بوده. بند میر یا بند که بالای دریا شده، یعنی بندی که ایجاد شده، و این بند قدامتش هزارها میلیون سال است و این تازه کسی نساخته و سنگشناسی و بیولوژی و مسائل دانش سنگشناسی و به اثبات رسانده که ساختار از این بند از صدها هزار سال تا میلیون سال میرسه. و مسئله پامیر، پامیر را که دوست عزیزم از ما پرسیدن، واژه پامیر هم به می شکل است. میر دریای آمو که می است، میر، و پارامیر بوده، پارامیر یا بالاتر از دریای میر یا دریای میر که پارامیر شده، پارامیر و پامیر و پاراپامیزاد هم از می شکل است. در مورد واژه کندز و واژه گردیز، برخی از دانشمندان پیشین ما که به شکل عامیانه ای را تحلیل کردن به یقین هستند که کندز به نام کهندش بوده که شده کندز و گردیز گوهردش بوده که شده گردیز. به هیچ وجه درست نیست. تحقیقات که صورت گرفته از لحاظ ریشه‌شناسی توپولوژی واژه ها، گردیز گر یا جه غر یا گر که در پشتام غر شده، گر که در زبانهای قدیمی به معنای کوه است و دش درست گردش یا گردش که شده به نام گردش، به نام گردش دشی که در کوه است. گردش یعنی گردش یا کوهی که در گر است، در دشی که قلایی که در غر است یا در کوه است. و همین نمایان هم است که بس بالای سار است، سفیده در بالای کوه و گردش شده. و کندز هم کندش نیست. کانت یا کانت یا کانت در ادبیات اوستایی به معنای خانواده و خانه و شهر است و کتبانو و کانت در سال از وقت در پشتو این واژه کده که انتقال پذیرفتم باقی مانده، همین واژه اوستایی کت است و کتش یا دشی که در روی خانه و قلعه ها یا قلعه که در روی خانه ها است دیگه مانا نداره، به جز همین کتش بوده که کندش، کانت دش بوده که کندش و کندز شده. امیدوارم که طرف توجهتون قرار گرفته باشه و برای ادامه برنامه تا ادامه پسین توجه شما را یک بار دیگر با یک موسیقی جلب میکنیم. امیدوارم دلچسب واقع شود. دلم در عاشقی آواره شد، آواره کرد بادا. دلم در عاشقی آواره شد، آواره کرد بادا. تنم از بیدلی بیچاره شد، بیچاره کرد بادا. تنم از بیدلی بیچاره شد، بیچاره کرد بادا. تاراج عزیزان زلف تو یاری دارم، تاراج عزیزان زلف تو یاری دارم، با خون ریزه غریبان چه
چشم تو عیار تر بادا، با خون ز غریبان چشم تو عیار تر بادا. دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا، تنم از بی‌دلی بیچاره شد بیچاره تر بادا. من خارت تر بادا، دلت خار است و بعد کشتن من خارت تر بادا. دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا، تنم از بی‌دلی بیچاره شد بیچاره تر بادا. من این گویم که بحر جان من خون خارت تر بادا، دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا. تنم از بی‌دلی بیچاره شد بیچاره تر بادا، تنم از بی‌دلی بیچاره شد بیچاره تر بادا. دوستی در مورد واژه لوگر پرسیدن. لوگر هم مثل مو گر به معنی کو است. در فردوسی در شعری پیشتر که مرز کردم نشته که از آن سوی که لهراس بست جنگ جوی، الالانگر دست پارم بدوی. دانشمند ها بیبار هستند که الالانگر یا الالانگر امی الالانگر بوده، الالانگر شده، الالانگر که در فردوسی ذکر کرده، بعدا شده لوگر و لوگر شده، لوگر شده. و گر به معنی کوه است، الالانگر یا الالانگر کوهی که سایه الالانی که در سایه کوهی افتیده و بعدا در تاریخ به نام لوگر شده و لوگر هم تا به این دون ادامه داره. در بخش ریش شناسی و واژه شناسی ریش شناسی نام ها دوست دیگه پرسیدن که واژه کابل پرسیدن که کابل چی است. من چنان که عرض کردم برتان در مورد کابل، من مقاله بسیار دور دراز دارم که نام کابل یا کاول یا کاورا یا کاپورا یا کابل حتی در سرودهای ریگ‌وید آمده که از قدیمی ترین آثار زبان سانسکریت است و در آثار مختلف نام کابل ذکر شده، جایی که در او در بین کوها واقع شده و یک دره زیبایی است که به اصطلاح از دوران بسیار باستانی
به نام کاپورا، کاولا، کافل، کاپل، کاول و کابل مانده. اگر دوستان علاقه داشته باشند میتونن به صورت بسی جا همه جانبه در این مورد به مقاله این حقیر در مورد شهر کابل در پناه تاریخ بنتون مراجعه کنن، در سایت ها، در فیسبوک بزن، در گوگل بزنن میا و میتونن که دقیقتر بخونن، برای که در برنامه بسیار کوچک ما ریشنسی نام کابل امکان پذیر نیست و ایره میتونن در امی سایت ما بعدا برتان تقدیم خود کردم مطالعه کنن و در سایت بامداد نشر شده، در سایت آریایی نشر شده، در سایت کابل نات نشر شده و خب دیگه سایت ها رو مراجعه کنم و خود گوگل هم این مقاله افتیده میتونم دوستان عزیز در مورد کابل معلومات همه جانبی خود را در این مقاله به دست بیارن. تا برنامه بعدی، چهارمین برنامه با پایان میرسه و برنامه بعدی در خدمت شما قرار گیریم. شاد و خرم و شادمان باشید. بدرود.